زنی را میشناسم من که در یک گوشه خانه میان شستن و پختن. زنی را میشناسم من که در یک گوشه خانه میان شستن و پختن درون آشپزخانه سرود عشق میخواند. نگاهش ساده و تنهاست، صدایش خسته و محزون، امیدش برای فرداست. زنی را میشناسم من که میگوید پشیمان است، چرا دل را به او بسته، کجا او لایق آن است. زنی هم زیر لب میگوید گریزان است از این خانه، ولی با خودش چنین میگوید چه کسی موهای طفلم را پس از من میزند. شانه بینده های عزیز تلویزیون، سلام به تک تک شما هر کجایی که هستیم. امیدوار هستیم جور و صحت و سرحال باشین و روزی خوشی خوشی را در کنار خانواده های عزیزتان در یک فضای پر از عشق و محبت آغاز کرده باشید. فوزی فیروزی هستم که امروز با 20 برنامه زن در آینه زندگی با شما عزیز هستم. امیدوار هستیم که لحظاتی که با ما هستیم برنامه امروز ما طرف علاقه و دلچسپی شما عزیز قرار بگیرد. مینده‌های عزیز، امروز مهمان عزیزی داریم، بانو انیسه جان دفتری، یکی از پیشگامترین خانم‌ها و یکی از خانم‌های پیشگام و برازنده در حقوق امور اجتماعی و امور خیریه می باشند. امیدوار هستیم که تا آخر برنامه با ما باشین و گفتش میده که با بانوی عزیز داریم فراموش نکنین و امیدوار هستیم که گفتنی های این بانوی عزیز طرف دلچسپی شما قرار بگیره و متیقن هستم که همین طور میشه که طرف علاقه شما قرار بگیره. بینده‌های عزیز، زندگی پر از فراز و نشیب است. بخشی ها و بلندی ها و درد های خودش داره. گاهی وقت آنقدر ناتوان میشیم که با به زندگی می جنگیم و داد و فریاد می زنیم، دانو به بغل می گیریم که نمیشم، نمیتونم، امکان نداره، زندگی با ما سازگار نیست. ولی همه ای عرفا کاملا اشتباه است. زن قهرمان، انسان قهرمان کسی است که با فراز نشیب زندگی می جنگه، نمی گذاره که کشمکش های زندگی او را مخلوب بسازد. او همیش در برابر زندگی مبارزه میکند. زندگی بیرحم است. به خاطر بیرحم است که مثل موج دریا، مثل دریا میگذره. استاپ برای موج تو نمیکنه که من نارام و پریشان هستم، منتظر باشه که من بهتر شوم تا زندگی با من دوشا دوش پیش بره. نه، زندگی پیش میره، بیرحم است. زندگی میگن کوتاست، ولی زندگی کوتا نیست. زندگی رو ما کوتا میسازم، خودت کوتا میسازی با افکار نادرستی که نمیتونم، میجنگم، مبارزه با کشمکش های زندگی. در اینجا خانم رو میبینیم که میگه زندگی مرا بارها در هم کوبید. چیزهایی دیدم در زندگی که هیچ وقت نمیخوام دوباره ببینمش. اما خانم میگه که اما از یک مسئله مطمئن هستم، هرگز به زمین نمیشینم. چیزی با تسلیم نمیشه، منظورش از زمین نشستن تسلیم نمیشه، هرگز به روی زمین نمیشینم، همیشه بلند خواهیم شد و هرگز و هرگز تسلیم به ناسازگاری های زندگی نمیشم. این خاصیت من است که مشکلات را شبیه یک انگیزه میبینم. چی زیبا، هر مشکلی که در زندگیش میایه فکر میکنه اگه انگیزه است برای فردای بهترش. زندگی شبیه یک تنور داغ است که مرا وادار میسازه سریعتر از پیش گامهای خودم بردارم و به لطف دردهایم است. از دردهای خود چقدر خوش است، به لطف دردهایم است
که ما هر روز قوی تر میشیم و مستحکم تر با زندگی و مبارزه زندگی میشیم. قوی باش تا کسی شکستت نده. نجیب باش تا کسی تحقیرت نکنه. خوب باش تا همه دوست داشته باشه و فریبت نده. دوستای عزیز، تنها چیزی که بین ما و هدف ما وجود دارد نبودن اعتماد به نفس، که همیشه میگیم نمیتونم. چیزهایی که خود ما، داستانهای نادرستی که خود ما در ذهن خود درست کردیم که نمیتونم، نمیشه، چرا نمیشه، چرا نمیتونیم. ما مثال هم بسیار زنده که نمیتونیم و مبارزه در برابر زندگی کرده انیسه جان دفتری است. بانو انیسه جان دفتری، این متنی که ما برای شما گفتم، این جرأتی که ما برای شما گفتم که باید قاطع باشیم با فراز نشیب زندگی، بانو انیسه جان دفتری بهترین مثال است. بانو انیسه جان دفتری یکی از خانم های پیشگام و برازنده امور حقوق اجتماعی و امور خیریه می باشند. بانو انیسه جان در رکاخانه شهر باستانی کابل تولد شده، در یک خانواده متوسط روشنفکر تولد شده و دوره ابتدایی تحصیلیشان در لیسه ستاره میبخشی مکتب ستاره به تکمیل میکنن و تحصیلات عالیشان یا تحصیلات ثانویشان در لیسه مسلکی زنان اکمال میرسند. بانو انیسه جان دفتری در دوران تحصیلیشان ازدواج میکنن و مادری فرزند میشن که به خاطر وظیفه مقدس مادریشان نمیتونن تحصیلات عالیشان ادامه بدن. انیسه جان دفتری نسبت شرایط نامساعد وطن با شوهر و فرزندان خود وطن ترک میکنه، دادگاه اصلیشان ترک میکنه و به طرف شوروی برکت میشن و مدتی را در شوروی زندگی میکنن که با کمال تأسف، با تأسف که در اثر یک حادثه ترافیکی همسر عزیزشان، شریک زندگیشان از دست میدن و انیسه جان میمونه و با 5 طفل نازنین میشه. بار سنگین زندگی و شانه های انیسه جان به تنهایی میمونه و وظیفه مقدس برلاوی وظیفه مقدس مادری، وظیفه مقدس پدری را هم به دوش میگیرن. انیسه جان پس از چند سال شوروی را ترک میکنه و عازم کشور لندن میشه که تا کنونه بس که میتونیم در کشور لندن هستن. بینده های عزیز، اگر آماده هستیم یک جا با هم میریم منزل بانو انیسه جان دفتری، ببینیم که انیسه جان دفتری با ما چه گفتنی هایی دارن. انیسه جان سلام بر شما، خوشحال هستیم که امروز ما را در خانه خود داریم و ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتیم. فوزی جان گل، سلام به شما، خدمت شما و خدمت همکاران تلویزیون بهار تقدیم می کنم و همچنان به بینندگان عزیزتان و بینندگانی که همین لحظه ما را تلویزیونتان به تماشا نشستن، سلام های گرم خدا نثارشان می کنم. تشکر انیسه جان نازنین. انیسه جان عزیز، به طور فشرده باز هم گرچی که من یکم و بیش در قسمت شما گفتم، باز هم اگر به زبان خودتان به بیندای عزیز خود معرفی کنین عزیزتان ممنون میشیم. تشکر از شما. تشکر فوزی جان گل، خب بیوگرافی من مکمل شما گفتین، باز هم تکرار میکنم که ما در شهر کابل در گذر رکاخانه متولد شدیم، دوره ابتدایی خود به مکتب ستاره و از لیسه مسلکی زنان از صنف 12 فارغ شدیم. خب زندگی نرمال جریان داشت، نظر به جبر زمان یعنی مجبور به ترک وطن شدیم. از سال در سال 1991 از کابل به طرف مسکو حرکت کردیم و مدت 2 سال اونجا جابوزین شدیم به مسکو. با تاسف متاسفانه که در مدت 2 سال شوهرم از دست دادم و
مثل دیگر هموطنهای که در دیار مهاجرت سفر کردن و زندگی داشتن با پستی ها و بلندی هایش، با درد ها و غم هایش زندگی را میگذشتندیم و در سال 1993 به کشور انگلستان پناهنده شدیم با. که در شهر لندن از او سال تا به حال همراه اولادایم زندگی میکنم، یک زندگی که بسیار عادی نرمال دارم، همراه دخترایم نواسایم دیگه اینمی فشرده. ممنون از شما، تشکر. انیسه جان شما نام خدا نواسه هم داریم دخترها؟ بله فوزی جان، دخترها ازدواج کردن، نام خدا هر کدامشون صاحب فرزند هستن، نام خدا 11 نواسه دارم. خدا نباشن کنم. شکر از من. خدا رو شکر. انیسه جان عزیز، شما یک مؤسسه خیریه دارین که با و البته با ابتکار خودتان این براه اندازی شده، یعنی چه انگیزه باعث شد و مدت هم شما تنهایی رو به تنهایی پیش می بردین، چه انگیزه باعث شد با همه این مسئولیت هایی که یک پدر بودین یک مادر بودین ولی باز هم در فکر از این شدین که باید یک مؤسسه خیریه برای ضرورتمندان ایجاد کنین؟ روزه جان گل، در رابطه باید خدمتان برس برسانم که همیشه بر ما انسان، انسانیت و خدمت به انسان و مخصوصا برای نیازمندان مطرح بوده و هست و همی عاطفه و احساس که دارم این من روادار می سازه که من به خدمت هموطنهای نیازمند خود قرار داشته باشم. از زمانی که من بلندن آمدم از امو زمان کمک های کم و بیشم بود. خب طبعا شما میفهمین که هر کسی که میای به خارج طبعا یک فامیل می داشته باشه با وطن، که امکانات بر فامیل کمک میکنی و گپا، یعنی کمک های همیشه بوده تا وقتی که اولادانم خدا بزرگ شدن، صاحب کار شدن، یعنی امی کمک ها یک کمک وسیع تر شده رفت و چون یک کاملا شخصی بود و من همه ساله امی خود فامیلم خودم امرای اولادایم یک مقدار پول جمع‌آوری می کردیم و می فرستادم به افغانستان به کسایی که نیازمند است به اونا توزیع می شد. خب آیست آیست همین یک تعداد دوستایم که به لندن هستن خبر شدن که من یک کارهای خیریه را میکنم، اونا هم تقاضا کردن که یکان کمکایشان ارسال بکنم به افغانستان. این همین باعث شد که من مساله به افغانستان سفر کنم خودم و همین کمکا را ببرم خودم توزیع کنم برای افراد اشخاصی که مستحق هستن. و چون موضوع دوستا مطرح شد، موضوع کمکایشان، و من ایر از طریق فیسبوک همی جریانات که میشد کمکا و اینا من ایر به نشر مسپاردم، از یک نگاه که دیگه دوستا ببینن تشویق شون و کمک بکنن و از جانب دیگه همو شفافیت توزیع پول معلوم شوه که برای کسایی که کمک کردن باید بفهمن که پیسیشان به کدام راه رفته و چطور به کی توزیع شده. و خوشبختانه که امی نتیجه بسیار مثبت مزی گرفتم و یک تعداد دوستای دیگه هم علاقمند شدن، حتی از خارج از لندن، از امریکا، از جرمنی، از دنمارک، از دیگه کشورها همراه من به تماس حاصل کردن و همیشه با اندازه که توانشان است پول میفرستن و ما ایره به افغانستان انتقال میتم. درست. شما چقدر مدت است که این خیریه را باز کردین و چقدر امو کمک ها یا پرسنل دارین فعلا؟ شما که در شروع به تنهایی با دخترها شروع کردین، آهسته آهسته دیگرها به دورتان جمع شد، یعنی چقدر کسای دیگه با امرای شما همکار شدن؟
فوزه جانی کاملا فامیلیس شخصیس یا خیری شخصیس، این کدام نهاد رسمی نیست، ما کتی جوان رسمی ما ارتباط ندارم، صرف خودم هستم امرای اولادان کاملا شخصیس و دوستایی که به ما پیوستن در این اواخر تقریبا یعنی مدت اضافه از 10 سال است که امی خیریگک ما یک زرک وسط پیدا کرده که دوستا جمع شدن با همکاری دوستایم و دیگه هم وطنایم که در خارج از لندن هستن. بیشتر از 10 سال است که امی کمک ها جریان داره. آها بله تشکر. انسه جان مصارف خیریه که شما به حساب چیز میکنین، امی مصارف ازی گرچه که فکر میکنم شما گفتیم که به کمک دخترها و خودتان است، ولی بازم مصارف خیلی گذاب داره. کدام هرگانی در یک قسمت شما رو کمک میکنه؟ بازم با ما کمک خودتان نه فوزیه جان ببخشین، این کدام مصارف بیرونی دیگه نداره که از کدام ارگانای دیگه مصرف ما رو بده. من رای چرگان دولتی رابطه ندارم، منتها پول که جمع آوری میشه اونمو پول، منتها مصرف که تکت رای ما میشه مصرف شخصی خودم، او مربوط به خودم است. ما خودم از جیب خود شخصا میپردازم، ما از پول جمع آوری کمک ها من مصرف خود نمی کنم. تمام مصارفی که من افغانستان میرم به مدت 1 ماه یا 2 ماهی که من در افغانستان میباشم کل مصرفش خودم شخصا میپردازم مصرف خوده و امی کمک ها را برای نیازمندا توزیع میکنم. کار بسیار یک واقعا که کار شایسته است. از یک طرف کمک برای ضرورتمندا و یعنی افتخار است با احساس که شما که با همه مشکلات خواستیم که به تنهایی با مصرف خودتان با بودجه کم یا زیاد خودتان این مسیر را پیش ببرین و دست یک میگن چو افتاده در چو افتاده دست افتادگی و شما همین کار کردیم که دست افتاده ها را گرفتیم و افتخار است به شما. تشکر مهربان است فوزه جان. شما انیسه جان عزیز، شما در این کمک هایتان صرف در افغانستان است یا یک کمک هایی که مثلا در خارج از کشور ما خانم هایی داریم که همیشه گوشه نشین است، نمیخواین که کار کنن و یا شرایط کار برشان مساعد نیست و یا ای که نمیخواین ادامه تحصیل بتن، زبان بلد شون، در این قسمت هم شما کدام کمک در لندن کردین یا فقط صرف کمک هایتان به طرف خود افغانستان و ضرورت مند از نگاه مادی، یعنی از نگاه معنوی هم کمک هایی کردیم؟ فوزه جان، ما کمک هاییم کلش به افغانستان است، برای خانم های بیوه است، برای یتیم هاست که ما میرم هر سال به افغانستان و بر از اونا کمک میکنم. به داخل لندن نی اوتر کدام چیز ما ندارم. گفتم اتان که خیریم کاملا شخصیست، فامیلیست و از اون نگاه ما در لندن کدام فعالیت های دیگه ندارم، صرف کل فعالیت های به طرف افغانستان است. درست، تشکر از شما. انیسه جان، وقتی که خب در لابلای صحبتهایتان هم گفتیم که یک مدت پنهان بود و تنهایی پیش می بردیم و آیستا آیستا که دیگرها دوستا و اینا خبر شدن و دور شما جمع شدن و اونا هم خواستن، زمانی که دوستا خبر شدن و شما این کار میکنین با چی برخورد که از اونا رو برو شدین؟ والا بسیار احساس خوشی به من دست داد فوزه جان. من میفهم کمی جا هموطنهای نازنینم که هستن به هر جایی که هستن، چی به لندن چی به خارج از لندن، به هر گوشی دنیا که هستن، یعنی هنوزم انسانیت زنده است، نمرده، احساس دارن، قلبایشان بزرگ است. اونمی موضوع صدقه یا یعنی به مواد توان خود هر امکاناتی که دارن
یعنی همیش دستشان به اصطلاح دستگیر بوده برای یک نیازمند و کمکایشان همیشه بوده. یعنی زمانی که ما میخواهیم که برم به افغانستان، یک ماه پیش یا دو ماه پیش بر از اینا اطلاع میتم که ما میرم، یعنی بدون کدام مشکلات، بدون کدام چیز، هر کدامشان بر ما امو به اسلام و کمک های خود برم می رسانن. و ما راستی بر ما بسیار جای افتخار است. ما با وجودشان افتخار می کنم که بسیار خانم و فامیلای با احساس، بسیار انسان های میربان با قلبای بزرگ که در این جام که هستن. فوزی جان، یک موضوع رو برتان بگویم که یعنی ما فیزیکی به خارج هستیم، اما فکر ما روحن کل ما طرف مردم افغانستان است و بخصوص خانمایی که بیوه هستن، طفل یتیم دارن. یعنی بسیار مشکل است وقتی که آدم خود آدم میره با داخل افغانستان و اونمو وضعیت از اونا را، زندگی از اونا را از نزدیک میبینه، همو دردشان را اسم میکنه، مجبوریتشان را میبینه. واقعا که بسیار بسیار سخت میگذره بر آدم. یعنی آدم نمیفهمه که زودتر برای کی ما چی بکنم. و این که ما که میرم فقط یک قطره استم، یک قطره استم که در بین بر مفته و هو هیچ کمک ها معلوم هم نمیشه. اما امی که یک چند فامیل به اصطلاح کمک میشه، حداقل یک شکمشان سیر میباشه یا تنشان پت میباشه برای یک چند مدت. اما هم بسیار کلان گپ هست. بسیار بله. یک نفر آمادم بتانه که دایتر یک شرایطی که واقعا ضرورت دارن، واقعا چشم امیدشان میباشه کمک بتانه آدم بکنه، که به گفته شما که کلان کمک هسته. درست است که شاید از دید شما شاید قطره باشد نظر با او شرایط نامساعد وطن، با او دردهایی که مردم مظلوم ما دست گریبان هستند، شاید یک قطره باشد، ولی در بین از او قطره یک نفرم که کمک میشه بسیار بزرگ است. و از نگاه معنویت یعنی ارزش خود بسیار زیاد داره. راستی که هر بار که میرم به افغانستان با نمی کار که میکنم، ما راستی که احساس آرامش میکنم و یک آرامش عجیب غریب بر من پیدا میشه. بله. انسه جان گل، وقتی که شما این کمک ها رو در افغانستان میکنین، اول خود یک سوال از شما بکنم که یعنی هر سال شما سفر دارین و یا سال دو دفعه فکر میکنم که زیاد باشه؟ حتما هر سال یک سفر داریم و چقدر دیر در افغانستان میمانین وقتی که برای سفرهایتان به می منظور کمک هاست طبعا؟ یعنی هر سال میرین و چقدر دیر؟ بله فوزیه جان، من هر سال میرم، اما از سال گذشته دیگه یک موضوع کرونا شد نرفتیم. و در سال نمیفهم سال 2016 بود یا 2015 که من دو بار رفتم، یک بار در شروع سال رفتم و یک بارم به ماه اکتبر، چون کمک ها به حد زیاد بود. من خواستم که بر زمستانم خدا برسانم امونجا برای هموطنهای مواد سوخت اینا به خاطر سردی زمستان بر از اینا کمک کنم. اونم یک بار در اون سال من دو بار رفتم. دیگه وقت هر سال میرم برای یک ماه تقریبا دو ماه در اونجا میباشم که تا کمک ها ختم شد باز پس دوباره برمیگردم. انسان جان، کمک هایتان شامل چی کتگوری های هست و همچنان این کمک هایتان صرف در شهر کابل است یا در قریه و قصبات و ولایت کشور هم هست؟ فوزی جان، سابق که ما میرفتم چون پول شخصی از خود ما بود به مزار شریف همشریم به اونجا زندگی میکنه، به مزار میرفتم و کمک های خود در اونجا میبردم، کمک میکردم. اما زیادتر کمک هایم به کابل است، به کابل بوده و شامل یعنی کتگوری های مختلف است که کمک برای خانم های بیوه است، برای اطفال یتیم است، برای کسایی که مریض هستن کمک کار دارن برای از اونا،
و بر مکاتب یعنی کمک های معدود نیست. در هر نظر به مو مقدار پولی که من جمع آوری میکنم و یک محاسبه میکنم که بتانم که در هر عرصه یک کمک های داشته باشم که در اشد ضرورت باشه. انسه جون، شما در وقتی که افغانستان میرین تو برای فامیل مشخص که هر سال برین و برای اون فامیل چیز کمک میرسنین و یایی که یک چی میگن یک نظر چیز میکنین اصلاح گیری میکنین که کیها زیادتر مثلا یعنی فامیلا تغییر میکنه یا فقط چند فامیل امی فامیل های محدود است که هر سال منظورم چند فامیل نیست یعنی امی بله فامیلم بله. نه فوزه جان فامیل های مدود نیست، هر سال که میرم خب بر ما یک ذره یک مشکل است چون مدت اقامتی که ما در کابل دارم بسیار کم است و من نمیتونم که به صورت درست افراد اشخاص ما تثبیت بکنم که کدامش مستحق است و اون که بسیار اشد ضرورت داره به کمک. من دوستایی دارم خبرنگار هستن، ژورنالیست هستن که به تلویزیون خورشید کار میکنن، به دیگه تلویزیون ها کار میکنن. من هم رای از اونا همیشه در مسابقه هم به تماس بودیم و از اونا کمک میخواستم که چون اونجا بعض تلویزیون ها دارن لیست که افراد را تثبیت میکنن که اگر کسی پیدا شود که برای اینا کمک بکنه اونا پیش خود امول استاره دارن. من از اونا همکاری میخوایم، کمک میخوایم، گرچه چند باره که ما رفتیم اونا کمک کردن، اما افراد اشخاص را که مستحق بودن برای ما معرفی کردن، برشان یک دوره به پول نقد دادیم که مبلغ 10,000 برای هر فامیل و همچنان برای مواد سوخت زمستان که برشان چوب گرفتیم، زغال گرفتیم، پرسان کردیم که چی صندلی دارین، بخاری دارین، چوب کار دارین، بوریارک کار دارین، زغال کار دارین و ما هر کدام نظر به خواهششان برشان مواد سوخت گرفتیم، کمپل گرفتیم برشان یک تخته کمپل به خاطر سردی زمستان کمک کردیم. منطقه یک دو سه فامیل که دوامدار کمک میکنیم و شخصی است که خود مولاده اونا رو سپانسر کردیم که در ما بر از اونا پیسه روان میکنیم و علایده است، اما نه هر سال که میرم در افراد اشخاص مختلف است، اوتر نیست که به مون نفره که ما کمک کردیم باز دوباره به مون کمک بکنم. و کسایی را که ما در دو سه سال اخیر که رفتیم ارزیابی کردیم که اینا چی امکانات دارن، چی یعنی در کدام کارهایی یاد میتونن که فرزند خیاطی یاد دارن یا بافندگی کار دارن چی میتونن بکنن، بر از اونا خواستم که امینا را خودکفا بسازم. آها. که از امی احتیاجات اینا براین امروز برای یک کمک میشه، برای شکمشان سیر میشه، باز یک ماه دیگه پس اینا گشنه میمانن. من تثبیت کردم تقریبا یک 12 یا 15 فامیله برای هر کدامشان نظر به مو ضرورتشان پیسه برشان دادم که برای خود یک به اصطلاح یک سرمایه‌گر درست بکنن که از امون روزمره بتانن که خود عیاشه و عباده بکنن. انیسه جان گل واقعا به وجود شما افتخار است. قربانتان. احساس فوق العاده عالی که بالاتر از تعریف توصیف است. افتخار است به شما. این وظیفه فوزیه جان گل ببخشید، وظیفه وجیبه انسانی و هر انسان است. هر انسان است که باید به محد توان خود باید کمک بکنه. اگر ما و شما می کمک نکنیم دیگه نام انسان هم شاید که سر خود نمانیم دیگه. البته هر انسان آرزو داره، ممکن در این کشور هم یک تعداد قدرت توانمندیش نداشته باشه، میخواد که کمک برسانه، ولی که شاید هم کمک، ولی یک تعداد است که راست میگن به احساس میباشن. ولی با وجود شما افتخار. بنده های عزیز، انیسه جان از سفرهای خود عکس ها و ویدوهایی دارم که با مدرد نتونستم ما ویدوها را با شما شریک بسازم، ولی عکس هایشان میخوایم امی لحظه با شما شریک بسازم که انیسه جان سفرهایی که داشتن و چه قسم کمک هایی کردن با امرای شما او رو شریک می سازم. ولی قبل از این که من اکس ها رو با شما شریک بسازم، تعداد از دوست ها اینجا محبت کردن و کامنت های دادن که می خواهیم که اول اونا رو برای انیسه جان بخوانم و بعدش میریم
عکس ها که ببینیم که انیسه جان چقدر کمک های کردن. سرای جان عثمانی در کاملا درست، البته فکر میکنم که در قسمت شما که من بیوگرافی یا زندگی نامه شما رو به صورت مختصر تاریخ خواندم، سرای جان عثمانی کاملا درست گفتن و دقیق میگفتن. نای جان شریف نوشته کردن که افتخار به انیسه جان که در حالت غربت هم به فکر مردم و وطن خود هستند و احساسشان قابل قدر است. افتخار به خوار نازنینم، سلام برشون میرسانم. نای جان شریف اگر نای جان شریف قربان دارم. سلام بر شما انیسه جان رساندن. سلام های من خدمتشون تقدیم میدونم. تشکر. مشنوانت من میبینم. محترم اکرم ایدری جبرخیل که رئیس تلویزیون بهار هستند بر شما نوشته میکنند که احساس عالی خانم انیسه جان دفتری در برابر هموطنان نیازمند ما قابل قدر و ستایش است. موفقیت برایتان آرزو میکنم. ممنونشان، سپاس بیکران ازشان. موفقیت هایشان ما هم آرزو دارم همراه با سلامتی و صحتمندیشان. زنده باشین. و بازم سرای جان عثمانی احساس انیسه جان عزیز قابل قدر است. قربانشان، مهربان هستن. خب بیندای عزیز، حالا میریم به سراغ تصویرهایی که انیسه جان با سرهای خود گرفتن. میخواییم که اینا رو با شما شریک بسازیم. میخواییم که اینجاش خرابی شد. فکر میکنم یک لحظه دوباره پس میریم. امیدوارستم که خرابی نشوه. البته انیسه جان در قسمت هر یک از تصویرها میتونند که سراهایی که اگر داشته باشند میتونند که دفتره کنند در این قسمت ها. خب ما که درست دیده نمیتونم. و انیسه جان شما که نماینده بینده هستیم تصویر رو میبینین؟ جان تصویر، بله تصویر آمده، کل تصویر رو به یک صفحه است. سپاس از حتما از شما قدردانی شده. بله ما زمانی که رفتم به افغانستان به 3 مکتب کمک کردم، برای شاگردا میز چوکی نداشتن، برای از اونا میز چوکی گرفتم. یک به مکتب خیرخانه، یعنی زیادترین کمکم به اون مکتب خیرخانه بود که اون مکتب در قله بسیار بالا، بسیار یک بلندی کو بود. بله. که اونا در اون وقت پرابلم آب داشتن، که شاگردک ها آب آشامیدنی نداشتن. ما برشان تانکرهای ذخیره آب خریدم، همراه ترموزا و گلاسا و اینا، که به صنفایشان هم یک ترموز مانده شود و ذخیره آب هم تانک هم برشان گرفتم. بر 3 صنفشان میز چوکی گرفتم و یک کتابخانه را برشان درست کردم. مصرف یک کتابخانه کوچک که یک جایه که داشتن، او را مدیر مکتب برام گفت که میخواییم که نیره یک کتابخانه درست کنیم. بسیار مصرف گزاف کار داره. ما تقریبا در حدود 80,000 یا 90,000 افغانی او مصارف داشت. ما برشان دادم که یعنی کتابخانه ضرور است که در مکتب باید برای شاگردا درست شوه. کتابخانه رو برشان درست کردم، تخته برشان درست. بسیار میبخشیم. در اینجا مواد خوراک است فکر میکنم، اینا رو میخواییم توضیح کنیم. این مواد خوراک برای ماهای رمضان است فوزیه جان، که در هر ماه رمضان هر سال ما پیسه به افغانستان روان میکنم که مواد غذایی هم یک ماه رو برای افراد اشخاص تثبیت بکنن، برای از اونا توضیح میکنن. این هر ساله این جریان داره که دوستای ما هم فطر روزه خدا یا فرزند روزه نمیتونن گرفته، مریض هستن، در پولش روان میکنن. من هر سال به افغانستان روان میکنم، مواد خوراکه برای یک ماه برشان میگیریم، توضیح میکنیم. اینجا چی هستن؟ اینجا بخیم میز چوکی وی این برای مکتب است که برای تباشیر و تخته و اینا
برای مکتبشان برای مکتب خیرخانه گرفته بودم و همچنان برای اداره مکتبشان که می خود مدیر مکتب امرای معلم ها که به اتاق می شیشتن هیچ اصلا میز چوکی درست نداشتن. ما برای از اونا برای آمریتشان هم میز چوکی گرفتم، دیگه تخته برشان گرفتم، تباشیر گرفتم، لوازم مکتب برای تقریبا برای 4 مکتب ما کمک کردیم، امید قرطاسی و لوازم درسی اینا بوده. باشن که اینی ایجا بخیانم که توضیح کمپل و ایچی داسته. بله پیشتر گفتم که من به خاطر زمستان اما کمک های مواد سوخت و کمپل ایجا چی میکنه؟ این خانمی که پشتش از شماست؟ بله بله. اینجا چی میکنین شما؟ اینجا مواد توزیع میکنیم. نه با من نمیفهمم شما کدام عکس میبینید. من دیگه نمیبینم عکس ها کلش یک جایی آمده، من نمیبینم نمیفهمم کدام شه است. یک جایی آمده؟ آجان ها یک جایی آمده، جدا جدا نیست فوزه جان. باشه من دوباره خیلی شریک بسازم، معذرت میخوایم دینده یزی. نمیفهمم چطور که یک جایی آمده. یک بار دیگر میتونش کنیم که چرا یک جایی آمد. فکر میکنم که از این قسمت بود. دارستم که حال درست شد؟ نه بازم اون صفحه آمده. خب خیر فرق نمیکنه فرزه جان. من نه باید درست میشده. چرا برای دیگه من ایره درست کرده بودم. من نمیفهمم چرا اتر شد. خب اینجا میز و چوکی هست، نمیفهمم که چرا اتر شده. فکر کنم که درست شده باشه، نمیفهمم. خب خب ما درباره هر کدام از اینا به خاطر که وقت زایی یک عکس یک پسر است که در میز عملیات هستن. بله بله او امی میخوایم درباره امی پسرک گپ بزنیم. این بچه که از تخار بود یکی از دوستایم از طریق فیسبوک برام مسیج کرد که این بچه بسیار زیاد تکلیف داره، پدرش امکانات آوردنش حتی به کابل نداره که باید بیایه به کابل که اینطور یک چشمش تکلیف داره. خوی امرای ما که به تماس شد، ما گفتم بیاریشم یک پیسه سفرشان از تخار تا کابل برشان روان کردم، یک مقدار پول گفتم میره بیاین به کابل پیش دکتر چشم ببرینش ببینین که دکترها چی نظر میده که اگر امکانات تداویش در کابل باشه خو همینجا مصرف اینایش ما برشان روان میکنم چشمشان تداویش اینجا. اینا را که بردن به شفاخانه چشم به کابل، اونا گفتن که چشمزی امکانات تداویش به افغانستان امکان نداره، موجود نیست، ای باید یا هندستان یا پاکستان بره. خلاصه مطلب این بچه که اسپانسر شدیم، همین موضوع را امرای دوستایم شریک ساختم از طریق فیسبوک، گفتم اینطور یک بچه که است اینی رقم از شرایط وضع فیلیش به پول نیاز داره که امی بچه جوان است که امی چشم از این تداوی شود که بینایی خود از دست نده. دوستا هر کدامشان به بسیار علاقمندی قبول کردن که ما ایره کمک میکنیم. بعد از اون اینا را برشان پیسه روان کردم که پدرش پاسپورت گرفتن برای خود برای بچگه که خود ایره بردن به پاکستان. پاکستان که رفتن تقریبا اینا 3 ماه به پاکستان ماندن فوزیه جان، بسیار زیاد. یعنی برای ما در وقتهای آخر اقدر استرس داشتم که یعنی تداوی از این بچگک بسیار دوامدار شد. اونجا دکترها یک بار عملیاتش کردن، دور دوم باز عملیاتش کردن، گفتن که تومور است به پشت چشم ازی، امکان داره که بینایی خود از دست بته، دیگه چشمش همی چشمش که جور است. خلاصه تقریبا در حدود یک نزدیک به $7,000 ما سر از این مصرف کردیم. چشمکش عملیات کردن، تومور کشیدن و همی مدت 3 ماه کینا به پاکستان بودن. از تمام مصارف و هتل و نان اینایش کلش برشان روان می کردیم تا بالاخره بخیر دوباره آمدن.
چشمک شان عملیات شد، باز یک چشمک ساختگی برش ماندن. ولی چشم دیگه سالم است. آه چشم دیگه سالم است. گفتن که اگر عملیات نشه سری چشم دیگه شان تاثیر میکنه، چشمک دیگه شان بینایی خود از دست میده. و بسیاری بچگه که حالتش بسیار خراب بود. ما دیگه اکسایش برتان روان نکردم که ایره برشان کمک کردیم. و ای انیسا جان که با ای بچه خود در تماس بودین، اتار ای با ای تومور بعدم پیدا شده بود یا درمان؟ نه از طفولیت بود، از طفولیت بود که همتر ای بسیار زیاد شده رفت، زیاد شده رفت. خود چون پدرش بیچاره، خب میفهمین فوزیه جان که می غربت هم بسیار بد چیز است. یعنی امکانات گفتم پول آمدن کابل اینا نداشتن که بچه خود به کابل بیارن به یک دکتر نشان بتن. تا اینکه یکی از دوستا کتیمه تماس گرفت، گفت اینتر یک نفر است من میشناسم اینی رقم است وضعیت بچهش که اگر شما بتانین امرایزی کمک کنین. و کمک کلان کردیم، یعنی از این که اردو چشم از دست میدادن، شاید هم احتمال داشت که از بین خدا اینا خواسته میرفتن. و شما چقدر کمک کلان کردیم که از اتر یک حالت بیرون کشیدیم. یعنی هیچ کدام عرف ندارم که به احساس شما تعریفش کنم. تشکر فرزه جان. انسه جان عزیز، در خب این خب اکسایی بود که متاسفانه مدرس میخواییم بیدای عزیز که نمیخوام چرا در حال که مکاری بشه درست کرده بودم، اما این چرا یک جایی آمد ایچ نمیخوام و درست نشد. خب سوال که انسا جان در آینده کدام چی پلان هایی دارین؟ باز هم چون آل خب کرونا است که نمیتونه سفرهایی داشته باشین و ایک معلوم هم نیست که کرونا تا چی وقت ادامه خواد داشت و تا چی وقت خواد بود. یعنی چی پلان هایی دارین در آینده؟ فوزیه جان پلان ما یعنی اگر شرایط کرونا دامنه کرونا برچیده شوه و پس امکانات سفر مهیا شوه، در نظر دارم که برای خانمایی که در ولایات هستن از طریق سازمان زنا که ما بر از اونا برشان امکانات کار مهیا بسازم که یا مرغداری باشه یا هر کاری که اونا میتونن از دیش برامده که به اصطلاح خودکفا شوند. اینی پلان دارم که اگر خواست خدا باشه که زنده باشم و کرونا بخیر دامنش برچیده شود، بکنیم بر علاوه که کمک هایی که به نیازمندان میکنیم، به مکاتب میکنیم. و ما یک مکتب به دشت برچی وعده داده بودم که برتون میز چوکی و اینا میگیرم انشالله که به اولین سفرم اما اولین کمکم بر از اونا شاید باشه که بر از اونا کمک بکنم. و پلان هایی که دارین، هدفی که دارین، مطمئن هستم که با مو پلان ها و هدف هایتم میرسیم. تشکر فوزه جان. انسه جان عزیز، یک سوال دمی زین آمد که ما فکر میکنم دیشب بود که یک سفر کردم در فیسبوک شما، به صفحه فیسبوک شما یک سفر کردم، دیدم که در اینجا بسیار مطالب جالب دارین، شعرهای بسیار زیبایی دارین، داستانهای بسیار مقبول دارین. یعنی معلوم میشه که شما شاعر و نویسنده هم هستین و این مطالب زیبایی تان هست. آیا تانستین که در یک رساله یا در یک کتاب بیرون بکشین؟ چطور؟ برای از اینکه بسیار مطالب جالب و شعرهای بسیار مقبول بود، شما اول باید بپرسیم که شما شاعر هستین؟ فوزه جان از زرنوازی تشکر، قربانت، بسیار خوش آمدی به صفیم، قدمایت خوش باشه. ما شاعر نیستم فوزه جان، منتها همی احساس ما در قالب شیرگونه میارم. یگان وقت یگان احساس برم رخ میده که یگان چیزکا به اصطلاح یک
خط خطی بکنم. مطمئن است که یکی از جمله شکل نفسی های تن است. نه خواهش میکنم. منطقه ما کتال نداشتیم دینی پراغنده دینی جسته و گریخته یکان چیزکا که نوشته کردیم او را به فیسبوک نشر کردیم. اما دمی وقتا یک رساله یک مجموعه از مناجات به نام نیایش یک دعا و سپاسگزاری و اینا سابق نوشتم می کردم به فیسبوک من داختم. دوستا مرا بسیار زیاد تشویق می کردن و مخصوصا بر روزای جمعه دعا را نوشتم می کردم. بعد از یک مدت استاپ کردم، مصروف شدم. دوستا بسیار تقاضا کردن که ما به دعاهایی که به فیسبوک می کردیم بر روزای جمعه اونا را مس کردیم. پلیز دوباره میره شروع کن. دعای بسیار خوب بود. دوستام رو بسیار زیاد تشویق کردن که اگر میتونی امیره یک دیگ رساله اگر چاپ کنی، دیگ کتاب که به دسترس همه اگر قرار بدی. و خب امیره فکر کردم که خب شرایط کروناست که در خانه است، کلگی موضوع قرنطینه اینا، دیگه شروع کردم به جمع‌آوریش و منسجم کردن ازی یک رسالگه که زیر نظر دارم زیر به گرافیک ایناست، کارایش در جریان است. انشالله اگه بتانم تا ماه دسامبر ایره چاپش تکمیل شا و به عزیزای توفه گویا ایره تقدیم بکنم. انشالله امیدوار استیم که ما هم در او جمعه دوستای کم هزار دفعه چرن هزار دفعه تشکر شما. و راستی انسان همیشه بجز از درگاه خدا هیچ جای دیگه برای دعا و نیایش نداره. و دعا کردن، شما باور کنید که دعا کردن خودش یک استعداد است. همین که به دربار خدا آدم استاد میشه و دست بالا میکنه، یکی که در زبان چی میاره و نمیاره خدا دیگه خودش میفهمه. ولی من اتام استعداد دعا را ندارم. و این راستی واقعا در خصوصا در این شرایطی که دنیا نه تنها افغانستان، این دنیا در چه حالت های است، این مریضی هایی که یکی پیه هم می آید، واقعا هر انسان دیگه راهی به جز از دعا نداره. معلوم دار فوزیه جان اگر ما شما به این باور هستیم، ایمان داریم که یعنی بدون از آن کوچکترین مشکلات که سر ما می آید به خدا رجوع می کنیم، دست بالا میکنیم، دعا میکنیم، خواستهای خدا میخواییم. طبعا راز نیازهایی داریم با خدا. دعا یکی از به اصطلاح وسائل است که ارتباط انسان با خدا محکم میکنه و نزدیک میسازه. همین دعا کردن است که آدم با خداوند نزدیک میسازه. و همچنان همین ستایش و سپاسگزاری که ما و شما امی که زنده استیم، خداوند ما را بر زندگی کردن آفریده و این نعمتایی را که بر ما و شما داده، این در اطراف خود میبینیم، در خانواده خود، اولاد خود، این امینا باید همیش از امون داشته های خود، از نعمتایی که خداوند بر ما داده همیشه باید سپاسگزاری کنیم. همیشه امی که صبح از خواب میخیزیم، زنده میخیزیم، نفس میکشیم، جان ما جور است، این امی هم کلان یک نعمت بزرگ است. و یکان چیزکای که ما احساس کردیم و مورا نمو احساسات به اصطلاح مورا برای کاغذ کشیدیم و احساسات خیلی مقبول زیبام دیگه، ببینیم بخیر کتاب چاپ شود، نظر دوستارا ببینیم که تا چیت پسندشون قرار میگیره. ما که از صفحه فیسبوکتان واقعا بسیار خوشم آمد و جالبم برام بود. گفتم میره مبایت از انیسا جان سوال کنم که کردم. و وقت کتاب بیرون میکشیم تبیز که علاقه مندای زیاده و آلی از طریق تلویزیون فکر میکنم که دیگر بیننده ها و علاقه مندا منتظر کتاب زیبایتان هستن. تشکر. انیسا جان عزیز، شما که در کار و فعالیت هایتان برای زن و جامعه و کمک های مادی و معنوی دارین، من حیث یک خانمی که همیش صدای زن ها رو بلند نکنه، شما چی گفتنی هایی دارین در این قسمت که برای دیگر زن ها چی نظر چی گفتنی دارین که در چی که خودتان
آواز مردم هستین، خودتون صدای زنهای بی‌بضاعت هستین، اطفال مظلوم هستین، ولی با وجود از هم میخوایم من حیث یک خانم با احساس چی گفتنی دارین؟ فوزی جان، من گفتنی زیاد ندارم، فقط اما قدر میگم برای امی خانمای از خواهرای نازنین، خصوصا از مادرها، از زنا، یعنی کل ما و شما یک احساس چون زن هستیم، مادر هستیم، یک احساس مادری داریم در برابر اولاد یتیم ای کشور، در برابر یک خانم بیوی که او خانم یعنی امکاناتی که ما داریم او در دسترسش نیست، امکان نداره، امکان کار کردن نداره، دمو جامعه سنتی که تونمو باورای سنتی و جامعه مرد سالاری اینا با مشکلاتی که هست دست به گریبان هستن و امی نسل به نسل امی سنت ها و باورهای کونه فرسوده سر زنا تعمیل شده که معلوم دار اونا را مانع رشدشان ساخته که نتانستن با مو زنجیر فرهنگ مردسالاری و زن ستیزی که بسته هستن پایشان، یعنی اجازه آزادی و اجازه حق زندگی را، حق انتخاب، حق تاثیر، حق انتخاب ندارن و صرف نمطور برشان تلقین شده که زن در چارچوب خانه است. وظیفه زن، وظیفه زن تنها نان پختن و تولید نسل است مال. و اینا را اضافه از او هیچ آزادی ندارن، آزادی ندارن و نمیتونن. خب شرایط جامعه ما هم رقم است و ما ماهایی که یک ذره امکانات داریم، یعنی میتونیم که از این امکانات خود استفاده کنیم، چی در داخل افغانستان هستیم چی در خارج هستیم، باید با می خانما، با این می خانواده کمک بکنیم، چی مادی چی معنوی، یعنی از هر نگاه میتونیم. هر کس میتونه، هر کس میتونه، هر کس میتونه و حداقل میتونه که یک خانم که میتونه یک خانم خودکفا هم بسازه. نظر به گفته پیشتر هستم که گفتین هستن خانمهایی که امی خشونت ها، امی اسارت ها آنقدر اینا رو کشته روحیشونه که احساس ترس میکنن و خود جمع میکنن که نمیتونم. فقط در ذهن از یا حرف یا کلمه نمیتونم، زن هستم، از قدرتش برآمده نمیتونم، اینا رو زیادتر ناتوان ساخته رفته. و هر کسی که هر یک از هموطنهای ما که بتانه یک خانم خود دفاع بسازه و بیرون برای و از حقش دفاع کنه و بتانه خودش زندگی رو به پای خود به دست خود پیش ببره، همین کجا هست؟ واقعا واقعا انسه جان عزیز، با اجازه تان که اینجا یک تعداد دوستا صوفیه جان ولیزاده ناشتم که انسه جان دفتری پیشت بر شما سلام های گرمم خدمتشان تقدیم می دارم. محترم رضایی صاحب از برنامه ستایش کردن، تشکر از شما محترم رضایی صاحب. سرایه جان عثمانی، در حالی که زن مادر است، خواهر است، زن است و قهرمان است. واقعا که سرایه جان عثمانی دقیقا زن یک قهرمان است، با فراز و نشیب های زندگی همیش مبارزه میکنه و ثابت کرده که قهرمان است. هر قدر سرش ظلم شده، هر قدر خشونت شده، هر قدر خواستن که نشینی کنه، هر قدر خواستن که زیر اسارت باشه، ولی زن قهرمانانه برآمده. سرای جان کاملا با شما هم نواستیم. محترم رضایی صاحب، منویسم که احساس انیسه جان، انیسه خانم واقعا قابل قدر است. تشکر و خواهش میکنم سرای جان عثمانی از نوشتن که سپاسمند هستم.
ببینیم که های دیگه می بخشیم پیام های دیگه هستن که دوستا لطف کرده باشن. خب فکر می کنم که هر قدر با شما بشینیم و صحبت کنیم فکر می کنم بسیار کم هستن. اگر شما کدام گفتنی داره برای بیننده ها یا در کلن برای خانم ها و یا کلن برای بیننده ها فیلمین در اختیار شماست. کدام گفتنی داریم، کدام نظری داریم، پیشنهاد داریم برای بهتر ساختن برنامه، پیشنهاد داریم کاملا در اختیار تا. اول خو از میربانی لطفتان فوزه جان شخصا از شما جان سپاس میکنم که به ما زمینی این مصاحبه را و یک افتخار بر ما بخشیدین که به برنامه تان دعوت کردین که من بسیار افتخار میکنم و بسیار خوش هستم. از شما یک جان ممنون، همچنان از تلویزیون بهار، از کارمندانشان، از تمام دست اندرکاران برنامه تلویزیون بهار ابراز سپاس و امتنان میکنم و از بیننده هایتان که تا به حال حضور مرا پذیرفتن و قبول کردن تا به حال حتما شیشتن و صدای ما و شما را گوش کردن. از اونها یک جهان سپاس امتنان می نمایم. بسیار برنامه تان فوق العاده است، استعداد شما و گردانندگی شما بسیار عالی است. همیشه موفق باشین فوزیه جان. موفقیت ما با کمک شما بسیار میبخشین. اخلاص کردم موفقیت ما اگر ما موفق شوم با این گام بزرگ را که ماندیم گویندگی واقعا کار ساده ای نیست و ما در برنامه سازهای دیگه که هیچ نیستم، ولی موفقیت ما وابسته به بینیم و همی که شما زحمت میکشین فوزیه جان که هر خانم اینم یک انرژی و یک حوصله‌مندی کار داره که به معرفی میگیرین، به مصاحبه دعوت میکنین، اونا را به اصطلاح معرفی میکنین یک جان سپاس. همه کارهای شما قابل قدر است و من بسیار ازتان سپاس امتنان میکنم. زنده باشین انیسه جان گل، یک دنیا ممنون. بینده های عزیز تلویزیون و عزیز که تا به حال به گفته انیسه جان با ما نشستین و ما را همراهی کردین و برنامه را تعقیب کردین، یک دنیا ممنون از شما و امیدوار هستیم که برنامه تانسته باشه که طرف علاقه و دلچسپی شما قرار بگیره و مطمئن هستم که گفته های انیسه جان که یک گفته های کاملا با احساس بود و صدای زن بود، صدای زن رنگیده ما رو بلند کرده بود. مطمئن هستم که بسیار برتان دلچسپ بوده. اینجا دوستا پیام روان کردن، سرایجان عثمانی همچنان زن باید حوصله و بردباری داشته باشد. یقینا سرایجان زن حوصله و بردباری دارن که همیش پیش قدم هستن، همیش مبارزه میکنن. زن کشته شد، زن تیزاب بریش پاشیده شد، زن بینیش بریده شد، ولی زن هیچ وقت میشینی نکرد. زن شعار خود ساخته که زن عطر نمیشه، ولی سرایه جان زن قهرمان است و زن بردبار است. همه چیز کشمکش های زندگی را حوصله کرده و با حوصله مندی به پیش میبره. محترم رضایی صاحب نوشتم که خانم دفتری عزیز چیزی با صحبت کرده تو زن مرده حسن نظرشان است، ممنونشان. تشکر شما. خب بینده های خواهش میکنم زنده باشین. پیام های دادن به من از محترم رضایی صاحب و محترم سرایه جان، یک دنیا ممنون از تعریف و توصیف شما که بیاقتش ممکن نداشته باشم. بینده های عزیز یک دنیا ممنون از که ما را همراهی کردین و با ما بودین و انیسه جان نازنین از تشریف آوریتان یک بار دیگر سپاس گذاری میکنم. یک دنیا تشکر که با ما بودین و دعوت ما را پذیرفتین.
بینده های عزیز، تا برنامه آینده شما رو به حلای پاک می سپاریم و امیدوار استیم که هفته خوش خوش را تا جمعه آینده که باز هم با شما هستیم خوش بگذرانیم. دور از گزند کرونا، واکسین ها را فراموش نکنیم. تبلیغات زیاد است، واکسین هیچ چیز نمی کنه. من هر بیشه گرفتم، 3 روز 4 روز پیش دوری دوم گرفتم، کاملا جور استم، هیچ کدام علائم نادرستی در خود احساس نمی کنم. تحت تاثیر نروین، تحت تبلیغات نروین، واکسین شروع کنین. مریضی خیلی خطرناک است، تعقیبش کنین. دوستای عزیز، امیدوار هستیم افتی خوشی 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 را در پیش داشته باشیم و برنامه آینده شما را به حال اتفاق می سپاریم. خدا نگهدار شما. خدا حافظ انیسه جان نازنین. خدا حافظ فوزه جان گل، افتی خوش داشت در پیش روی داشته باشیم. زنده باشیم. خدا حافظ. خدا حافظ.